سلام، من امیررضا نیک‌خواه هستم. در این آموزش از فرادرس میخوام درباره طراحی آیکون استوری اینستاگرام با فتوشاپ و ایلاستریتور برای شما صحبت کنم. همونطور که گفتم قراره که ما در فتوشاپ و همچنین ایلاستریتور کار خودمون رو انجام بدیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که من قبل از شروع به کار یک بک‌گراند آبرنگی رو تهیه کردم. شما برای تهیه چنین طرح‌هایی میتونید با یک قلمو و آبرنگ این نوع طرح‌ها که اصطلاحاً به اونها پس‌زمینه‌های مرمری هم گفته میشه رو بر روی کاغذ ایجاد کنید، ازش عکس بگیرید یا اسکن کنید و به این ترتیبی که ملاحظه میکنید در قالب یک عکس یا تصویر در کامپیوترتون ذخیره کنید. ما این چیزی که الان در اینجا داریم رو به عنوان بک‌گراند آیکون هامون استفاده میکنیم، ولی در گام اول باید بریم به سراغ ایلاستریتور و در اینجا اصل طراحی خودمون رو انجام بدیم، پروژه‌مون رو ایجاد بکنیم، تغییرات رو به وجود بیاریم و در نهایت توی فتوشاپ اون رو یک مقداری بهینه‌تر بکنیم. بر روی گزینه Create New کلیک میکنم. به این ترتیب در کادر New Document اندازه سند طراحی خودم رو 1200 پیکسل در 1920 پیکسل تعیین میکنم. اینجا باید واحد روی پیکسلز تنظیم شده باشه. همچنین توی قسمت Preset Details یک عنوان و اسمی رو برای پروژه خودم در نظر میگیرم. اسمش رو میگذارم Travel Icon. خب، ما اینجا میخواییم چی کار بکنیم؟ ما میخواییم بیایم آیکون های استوری اینستاگرام رو طراحی بکنیم. آیکونی مثل هواپیما یا مثلا آیکون یک دوربین عکاسی یا مثلا یک لیوان نوشیدنی. آیکون هایی که میتونه در استوری های اینستاگرام ما معرف و بیانگر مثلا مسافرت های ما باشه یا لحظات مختلفی که ثبت کردیم باشه. یه همچین کارهایی رو ما میتونیم که به واسطه اینها انجام بدیم. در قسمت آرت بورد عدد 1 رو باقی میگذاریم. اورینتیشن ما باید روی حالت عمودی یا اصطلاحاً پورتریت باشه و در قسمت بلید هم ما مقدار 0 رو باقی میگذاریم. حالا روی دکمه کرییت کلیک میکنم. به این ترتیب سند طراحی ما ایجاد میشه. کار خودمون رو با طراحی یک آیکون ساده به شکل هواپیما شروع میکنیم. ببینید اینجا فضای طراحی ما هست و توی جعبه ابزار ایلاستریتور من وارد این قسمت میشم. با کلیک راست بر روی این ابزار فهرستی نمایش داده میشه که انواع مختلف ابزارها برای ترسیمات ساده و دو بعدی رو در اختیار ما میگذاره. من گزینه رکتنگل تول یا ابزار مستطیل رو برمیدارم. حالا باید یک مستطیل سیاه عمودی رو ترسیم بکنیم. به این صورتی که مشاهده میکنید من در اینجا میام و این کار رو انجام میدم. در مرحله بعدی باید رنگ داخل اون رو تغییر بدیم. در قسمت اپیرنس دقت داشته باشید توی پنل پراپرتیز ما یک بخشی داریم تحت عنوان اپیرنس که گزینه فیل برای رنگ داخل شکل‌های ما هست و گزینه استروک برای رنگ خطوط حاشیه و اطراف شکل ما هست. گفتیم که یک مستطیل سیاه عمودی رو احتیاج داریم. بعد میام به سراغ جعبه ابزار. اینجا ابزاری رو داریم تحت عنوان Direct Selection. این رو بر میداریم و سپس روی مستطیل خودمون کلیک میکنیم به این ترتیبی که مشاهده میکنید و بعد میبینیم که اینجا توی گوشه ها یه حالت دایره مانندی نمایش داده میشه که اگر مکان نما یا همین ابزار رو روی اونها قرار بدیم یک خط منحنی رو به ما نشون میده. حالا میتونیم درگ بکنیم به این ترتیبی که مشاهده میکنید و به این صورت ما میبینیم که میزان انحنا در گوشه ها میتونه که به دلخواه ما تغییر بکنه. حالا با توجه به نوع نیازمون و به اون مقداری که احتیاج داریم میتونیم این انحنا رو به وجود بیاریم. حالا نکته که در اینجا وجود داره این هست که اگر ما بیایم و اینجا این انحنا رو به وجود بیاریم در هر دو قسمت بالا و پایین مستطیل ما انحنا ایجاد میشه. پس باید چی کار کنیم؟ کلیدهای کنترل و زد رو فشار میدم به این ترتیبی که مشاهده میکنید و میبینیم که اینجا هر دوی اینها به این صورت میتونند که انحنا رو داشته باشن. ما برمیگردیم به اون حالت اولیه و همینطور که مستطیلمون انتخاب شده باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر چهار تا گوشه انتخاب شدن.
یعنی با انتخاب مستطیل ما هر چهار گوشه رو انتخاب کردیم. اینا نکات بسیار ریزی هستند که باید حواستون بهشون باشه. حالا من میخوام این قسمت بالایی رو دارای انحنا بکنم. پس میام روی این گوشه ها کلیک میکنم، روی هر گوشه‌ای که مد نظرم هست. گوشه اول کلید شیفت رو نگه میدارم و روی گوشه دوم کلیک میکنم. به این ترتیب این دایره ها رو در اینجا دارم، ولی در اینجا دیگه نیستن. حالا میتونم به این صورت اینها رو درگ بکنم و به مقدار مورد نیازم انحنا رو به وجود بیارم. حالا روی این نقطه یا انکر پوینت و دستگیره‌ای که در اینجا هست کلیک میکنم و یک مقداری میتونم اون رو به سمت بالا حرکت بدم. دقت داشته باشید که برای حرکت دادن به اون شکل و حالتی که میخوایم باید دقیقا اون نقطه مورد نظر ما انتخاب بشه. من الان میخوام این دستگیره‌ای که در این بالا هست رو به سمت بالاتر حرکت بدم تا یک حالت نوکتیز رو برای مستطیل من بتونه که ایجاد بکنه. بنابراین با همین ابزار دایرکت سلکشن که الان فعالش کردم میام اینجا یک کادر میکشم. میبینیم که این دستگیره یا اصطلاحاً انکر پوینت ما انتخاب میشه. حالا و با فشردن کلید جهت دار بالا مشاهده میکنید که به این صورت این قسمت برای ما ایجاد میشه و در واقع قسمت جلویی و نوک هواپیمای ما رو میتونه که تداعی بکنه. حالا در مرحله بعدی من باید بیام و یک مقداری تغییر در این ساختار به وجود بیارم. الان این در واقع بدنه ی هواپیمای ما میتونه در نظر گرفته بشه و باید بالهای اون رو هم به وجود بیاریم. اینجا ما میگیم که از ابزار پن استفاده میکنیم. ابزار پن برای ترسیم و ایجاد مسیرها مورد استفاده قرار میگیره. خب ما ابزار پن رو در این قسمت داریم، برمیداریم. دقت داشته باشید که یه دونه گزینه هم زیر مجموعه اون هست، انکر پوینت تول، که ما کاری با اون نداریم. این برای زمانی که ما بخوایم روی دستگیره ها و نقاط کنترلی یه سری تغییراتی رو به وجود بیاریم. ابزار پن رو من برمیدارم با کلید میانبره پی و در نقاط مورد نظر خودم کلیک میکنم. ببینید به این صورت ما باید محدوده ای رو با خطوط نشان بدیم و مشخص بکنیم. البته این محدوده میتونه متناسب با اندازه این هواپیما باشه، یعنی اون بدنه ای که برای هواپیمامون در نظر گرفتیم و ترسیمش کردیم. به عنوان مثال من در اینجا کلیک میکنم، خط اولم ایجاد میشه و میام اینجا یک خط مورب رو به وجود میارم. به این ترتیبی که مشاهده میکنید یک مقداری میام به سمت بالا و در اینجا هم این رو قرارش میدم. خب به این ترتیبی که ملاحظه میکنید این حالت برای ما به وجود خواهد اومد و میتونیم به عنوان یکی از باله های هواپیمامون ازش استفاده بکنیم. میتونیم اون رو بچسبونیمش به هواپیما و در یک موقعیت مناسبی قرارش بدیم. البته ما بعدن باید از این کپی بگیریم، قرینش بکنیم و در سمت دیگر قرار بدیم. حالا یه دونه کوچیک‌تر از این رو هم ما احتیاج داریم. میتونم این رو انتخابش بکنم، کنترل سی رو بزنم، کنترل وی رو هم بزنم و یه نسخه کپی که از اون ایجاد شد بیام و همینطوری که انتخابش کردم با استفاده از این کادری که در اطرافش هست و دستگیره هایی که داره یک مقداری اون رو کوچیک‌ترش بکنم و تا حد امکان هم میتونم اون رو تغییر سایز بدم و بعد بیام اون رو مثلا در این موقعیت قرارش بدم. یک همچین حالتی رو ما میبینیم که در اینجا میتونیم داشته باشیم. این شکل اولیه از بالهای هواپیمای ما هستش. حالا ما باید یک قسمت کوچیک رو هم در اینجا اضافه بکنیم. پس من مجدداً ابزار پن رو برمیدارم، در این قسمت ها کلیک میکنم. دقت داشته باشید با ابزار پن باید به صورت نقطه‌ای و کلیکی در اینجا کار بکنیم به خاطر اینکه دقیقاً بتونه اون چرا که احتیاج داریم برای ما ترسیم بکنه. اگر درگ بکنیم خواهیم دید که اون رو به صورت منحنی برای ما به وجود میاره. این هم یک بخشی که مد نظرمون بود و در این قسمت ایجادش کردیم و حالا میتونیم بیایم و یک مقداری اون رو دفرمش بکنیم یا مثلا جابجاش بکنیم یا حتی اندازه اون رو تغییر بدیم. فرق نمیکنه، همه کارهایی که ما بخوایم میتونه که در اینجا انجام بشه و نهایتا به اون شکل و مورد
دلخواه خودمون و اون حالتی که مد نظرمون هست برسیم. مثلا من این رو در همین جا رها میکنم. البته باید حواسمون باشه اندازه ها متناسب باشن. یعنی اگر مثلا من در اینجا این بال رو به وجود آوردم و نیاز به تغییر داشت، حالا به لحاظ سایز یا مثلا به لحاظ کشیدگی و تغییرات این چنینی، به راحتی میتونه که این کار برای من امکان پذیر باشه. من میام و این مستطیلی که در اینجا ایجاد کردم رو هم یک مقداری جابجا میکنم. حالا این مستطیل رو و مستطیل کوچیک رو با نگه داشتن کلید شیفت انتخابشون میکنم، کلیدهای کنترل و جی رو فشار میدم. این دوتا میشن یک گروه و در واقع الان شدن یک شیء واحد. در نتیجه من میتونم اینها رو در هر جای دیگری از پروژه خودم استفاده بکنم. اما مستطیلی که به عنوان بدنه اصلی هواپیما استفاده کردیم رو هم به نظرم باید یک مقداری تغییر بدیم. یک مقداری پهنای اون رو و همچنین ارتفاعش رو کم میکنم. این میشه نتیجه کارم. این دوم یا قسمت انتهایی رو هم جابجا میکنم، میارم و به عنوان مثال در اینجا قرار میدم. نیمه ای از هواپیما رو ما تونستیم که ترسیم بکنیم. حالا کل اینها رو انتخاب میکنم به این ترتیب و یک مقداری جابجا میکنم، مثلا در این موقعیت قرار میدم. حالا این بخش که به عنوان بال هواپیما هست و این یکی قسمت که به عنوان دوم هواپیما و بالهای انتهایی هست رو انتخاب میکنم. در ادامه کلیک راست رو انجام میدم و سپس در گروه ترانسفورم وارد میشم. اینجا گزینه ریفلکت یا حالت انعکاسی و در واقع قرینه سازی رو انتخاب میکنم. در اینجا میگیم حالت ورتیکال یا قرینه سازی عمودی انتخاب بشه با زاویه مثلا 90 درجه یا هر زاویه دیگری که خواستیم. گزینه پریویو رو اگر که ما تیک بزنیم، به این ترتیب شما میتونید نتیجه کار خودتون رو ببینید. حالا من میتونم بیام و دکمه کپی رو کلیک بکنم. در حالت فعلی نگاه کنید، اون کاری که ما انجام میدیم باعث میشه که اینجا حالت ریفلکت رو داشته باشیم، ولی اگر کپی رو بزنیم میتونه یک نسخه از اون رو برای ما کپی بکنه. بر همین اساس من در اینجا دکمه کپی رو کلیک میکنم و نتیجه کار رو میبینیم. حالا میتونم اینها رو جابجا بکنم و بیارم در سمت دیگر هواپیمای خودم قرار بدم. به این ترتیبی که مشاهده میکنید کل این مجموعه رو انتخاب میکنم و سپس یک مقداری جابجا میکنم به سمت داخل. ببینید اینجا مثلا باید این دقیقاً بچسبه به بدنه هواپیما در این حالت و اینجا و اینجا هم ما نتایج رو میتونیم ببینیم. این میشه نتیجه کار ما. در ادامه کارمون من این دوتا رو انتخاب میکنم، یک مقداری با کلیدهای جهتدار میارمشون پایین تر. فراموش نکنید که ما اگر آبجکتی رو انتخاب بکنیم خیلی راحت میتونیم اون رو جابجا بکنیم با کلیدهای جهتدار. کلیدهای کنترل و آر رو میزنم، کل این مجموعه برای من انتخاب میشه. حالا کلیدهای کنترل جی رو میزنم که اینها به صورت یک گروه واحد بشن و بعد میتونم اینها رو به اندازه دلخواه خودم تغییر اندازه بدم. ببینید به این شکل خواهد شد و بعد میتونم جابجاش کنم و توی هر قسمتی که میخوام قرار بدم. بسیار خب، میبینید که بخش اول از آیکون‌های خودمون رو طراحی کردیم و این هواپیمایی هستش که مشاهده میکنید. میتونیم مجدداً این گروه یعنی کل هواپیمامون رو انتخاب بکنیم و اون رو تغییر اندازه بدیم. حتی میتونیم خیلی خیلی اون رو کوچیک‌تر بکنیم و در یک موقعیت مناسبی قرار بدیم، به این دلیل که فضای لازم برای انجام بقیه کارهای ما وجود داشته باشه. حالا باید بریم به سراغ آیکون دوم که گفتیم یک آیکون دوربین هست. بنابراین ما در اینجا یک مستطیل با گوشه‌های گرد رو احتیاج داریم. خب من این رو در ابعاد بزرگ مثل قبلی طراحی می‌کنم و بعد اون رو تغییر اندازه میدم. وقتی که من مستطیلم رو در اینجا طراحی کردم، ابزار دایرکت سلکشن رو برمی‌دارم و طبق اون چیزی که قبلا هم براتون گفتم میتونم گوشه‌های مستطیل خودم رو به صورت جداگانه یا به صورت همگی و در آن واحد به این صورت گرد بکنم و تغییر زاویه و اندازه بدم.